بوی باده را مستی توی مستی توی در این سرای نیستی مستی توی مستی توی تو آفتاب هشتمی سر چهارده عدد بیدار کن خواب مرا از وحشت هفت آسمان جایی فراسوی زمان نوری هبوط می کند در قربت این لامکان بنگر که در یا خون شده فواره ها گلگون شده لیلای بی دل را ببین از عشق تو مجنون شده در این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین فریاد و بانگی میرسد عالم سکوت میکند از حیبتش سلطان در آسان سقوط میکند آسان سقوط میکند آدم هراسان میشود محشر نمایان میشود از توبل آینه گو خورشید گریان می شود خورشید گریان می شود تقدیر ما در دست تو زنجیر بر دستان ما ما را رها کن از عدم هستی بده بر جان ما در سال 193 هجری قمری هارون الرشید خلیفه پنجم عباسی به قصد سرکوب نهضت‌های استقلال طلب ایرانی و قیام‌های علویان و دوستداران اهل بیت عازم خراسان شد. امیر به سلامت باد جز عرض اطاعت و اخلاص هارون بندگی در حالی که از جانشینی امین و عاقبت خلافت خاندان عباسی به سختی بیمناک بود به قریه سناباد از توابع طوس وارد شد و همانجا دار فانی را وداع گفت و جسدش را در قصر حمید ابن قحطبه والی طوس به خاک سپردند. آمین آمین فرزند نابکار زمانی که این خبر به بغداد رسید محمد امین فرزند زبیده و هارون که جوانی بلهوس و عیاش بود ردای خلافت پوشید و بر مسند حکومت جلوس کرد و خود را امیرالمؤمنین خواند. این نخستین فرمان من به عنوان امیرالمؤمنین است. اما مأمون فرزند دیگر هارون که از مادری ایرانی زاده شده بود در نیمه راه سمرقند از مرگ پدر باخبر شد و به سرعت به مرو پایتخت ایرانی خلافت عباسی بازگشت و به کمک وزیر ایرانیش فضل بن سعد به لدق و فتق امور پرداخت و سعی کرد هرچه سریعتر اوضاع آشفته قلمرو خیش را سر و سامان بخشد. هارون در زمان حیاتش امین را به جانشینی خود برگزید و
و مأمون را به ولیعهدی او منصوب کرد و حکومت خراسان و خدم و حشم و فرماندهی سپاه را در این خطه به مأمون واگذاشت. ولی بانوی من، آنان وسایای خلیفه مغفور و میثاق مکه را زیر پا گذاشتند. برعکس، این شما بودید که عهدنامه مکه را نقض کردید. هارون عهدنامه نوشت و بر دیوار کعبه آویخت و فرزندان را ملزم به رعایت آن ساخت. لیکن بلا فاصله بعد از مرگ هارون، امین به کمک فضل ابن ربی، مربی و یار دیرینه خود، توانست با تحلیل و تطمیع سرداران و بزرگان خاندان عباسی، قسمتی از سپاه و نقدینگی خراسان را روانه بغداد سازد. و همین عمل باعث شد که زمینه اختلاف دو برادر فراهم گردد. به هر حال تو همچنان وزیر مایی و مورد عنایت ما هست. امین فضل ابن ربیع را به وزارت خود برگزید و امور خلافت را به او سپرد و خود مست از باده قدرت بیش از پیش به لهو و لعب سرگرم شد. لیکن مأمون و فضل ابن سعد تلاش می کردند تا بر اوضاع آشفته قلمرو خیش مسلط شوند و خود را برای رو در روی احتمالی آینده با امین آماده سازند. ایسا به چه می اندیشید؟ به حذاقت و زیرکی مأمون و حماقت امین. در زمان مرگ هارون 10 سال از شهادت موسی بن جعفر و امامت علی بن موسی رضا علیه السلام می گذشت و در تمام این دوران امام علیه السلام در مدینه به درس و تعلیم قرآن و ذکر حدیث سرگرم بودند و ظاهراً از دخالت در آن چه ما به نام سیاست می شناسیم پرهیز داشتند و تربیت مسلمین و مبارزه با کفر و الحاد و ترویج قرآن و حدیث را بر هر عمل دیگر مقدم می شمردند. در دوران خلافت امین، فضل ابن ربیع همچون گذشته به سرکوب و قلع و قمع علویان پرداخت و خون بسیار ریخت و خانه و کاشانه بسیاری را به آتش کشید و سعی کرد هر صدایی را در گلو خفه کند. رهایم کن، من بیگناهم. از چه میگریزید؟ میکشم، همه را میکشم، آتش میزنم. برای چه؟ سربازان میگویند ما از علویان. رهایم کنید، بگذارید بروم. فضل ابن سعد و مأمون به طرق مختلف به تهذیب این گروه سرگرم بودند و قصد داشتند با جلب حمایت ایرانیان و علویان در مقابل امین و فضل ابن ربیع سفارایی نمایند و البته در این رو در روی تأجیل نمی کردند و جانب حزم و احتیاط را رها نمی ساختند. قاصد روانه می کردند و مأمون دم از اطاعت می زد و امین را خلیفه مسلمین خطاب می کرد و سعی داشت از این طریق فرصت یابد و زمان بیشتری برای تجهیز سپاه و تکمیل خزائن خیش به دست آورد. با آن عهدنامه که مهر را امضا کردم و سوگند خوردم پایبندم و عمل جسارت آمیز ابن ربیع را نیز به پای امیرالمومنین نمی نویسم. اما این تمهیدات چندان سودمند نیفتاد و امین به تحریک فضل ابن ربیع عیسی ابن ماهان را با 70,000 سپاهی به جانب خراسان روانه ساخت. برو و این مأمون نافرمان را به اطاعت ما درآور. و مأمون طاهر ابن حسین سردار ایرانی خیش را تنها با 5,000 نفر به مقابل او فرستاد. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام با روشنبینی خاص و درک درست از شرایط زمان، علی‌رغم اصرار بعضی از یاران و مخلصان، شیعیانش را از دخالت در این ماجرا منع نمود و مبارزه با جهل و شرک و کفر و بی ایمانی را وجهه همت خیش قرار داد و موکلین و اصحابش را به اقطار و اکناف ممالک اسلامی گسیل داشت و به آگاه سازی مسلمین تکلیف نمود. ابوالحسن اجازه نداد، فرمود
مؤمنی نباید در این فتوه مداخله کنند. فرمود اللهم اشحن الظالمین به ظالمین. طاهر ابن حسین و عیسی ابن ماهان در حوالی ری به یکدیگر رسیدند و در جنگی که ما بین آن دو رخ داد، طاهر بر عیسی ظفر یافت و عیسی کشته شد. خبر این پیروزی مرد را در هلهله و شادی فرو برد و بغداد را به ماتم نشاند. بلکه مراهم ما را با آنها ابلاغ کنید. بیدرنگ به راه بیفت، خود را به طاهر برسان و به همراه او. آنگاه فضل ابن سهل و مأمون هر سمت ابن اعین سردار دیگر خود را به کمک طاهر فرستادند و آن دو در تعقیب سپاهیان شکست خورده امین تا بغداد تاختند و این شهر را به محاصره درآوردند. بغداد به زودی سقوط می کند، پس ضرورتی نیست که به کسی امان دهیم و تعهدی بسپاریم. هر سمه به دلیل وابستگی به خاندان عباسی قصد داشت به امین امان دهد و جان او را محفوظ دارد. اگر تو را از حقت محروم ساخته بود، اگر قصد جانت کرده بود، چه می کردی فضل؟ لیکن طاهر پنهان از چشم هرثمه قاصدی به جانب مرو فرستاد و از مأمون کسب تکلیف نمود و مأمون با مشورت فضل طاهر را به قتل امین اشارت کرد. طاهر به بغداد یورش آورد و با وجود برج و باروی مستحکم آن را فتح کرد و به آتش کشید و تلاش امین و فضل ابن ربیع برای پناهندگی به هرثمه به نتیجه نرسید و امین به دست گماشتگان طاهر کشته شد. سر او را به مرو فرستادند و مأمون به عنوان هفتمین خلیفه بر مسند خلافت جلوس نمود. خب تو از کجا آمدی؟ از موصل امیر بزرگوار. آنجا هم شورش است؟ بله امیر. اما این پیروزی بزرگ پایان مشکلات مأمون و فضل ابن سهل نبود و علویان و پسران موسی بن جعفر علیه السلام در بلاد مختلف علم طغیان برافراشتند و سرزمین‌های بسیاری را از اطاعت مأمون عباسی به در آوردند و مأمون و فضل که از اعتبار و نفوذ علی بن مسدزا علیه السلام به وحشت افتاده بودند، قصد کردند به هر طریق که ممکن است امام را از مدینه دور سازند تا به خیال خود هم از خطر احتمالی امام در امان باشند و هم شورش علویان را در نقاط مختلف خاموش نمایند. در این فکرم که اگر علی ابن موسرزا فریاد جنگ سردهد چه خواهد شد؟ تو را انتخاب کردم که مردی عاقل، سخنور و به همین جهت رجاء ابن زحاق را همراه با سپاهی عظیم و با اختیار تام روانه مدینه نمودند تا امام را با عزت و احترام به عنوان ولیعهد و جانشین خلیفه به مرو بیاورند. باید با عزت و احترام علی ابن موسرزا را به مرو بیاوری. امام بعد از روزها بحث و گفتگو بالاخره تنها قبول کردند که همراه رجا عازم مرو شوند و هجرت خیش را وسیله ترویج دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم کنند و محبت اهل بیت را در دل خلایق زنده گردانند. برو و تدارک سفر آماده کن. پذیرفت؟ نه، فقط قبول کرد همراه ما به مرو بیاید. از اهل بیت شنیدم سفارش کردن بر من بگرید.
که مرا از این سفر بازگشتی نیست. امام برای آن که نارضایی خیش را از این سفر بر همگان آشکار نمایند و امکان بروز هر گونه شبهه‌ای را در دل شیعیان منتفی سازند، به اهل بیت خیش سفارش کردند که در لحظه خروج من از مدینه مویه کنید که مرا از این سفر بازگشتی نیست. در طول سفر امام پیوسته با مردمان قبائل و شهرهای دور و نزدیک که به دیدار ایشان می آمدند در هش و نشت بودند و آنان را به حفظ قرآن و تعالیم دین رسول الله سفارش می فرمودند. در نیشابور حدیث سلسلت الذهب را نقل کردند و آنطور که در تاریخ آمده هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان ایشان سرگرم بودند. گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام. در مرو مأمون و فضل علی‌رغم تکریم و احترام بسیار با امام از در مکرونیرنگ در آمد. مأمون ابتدا از امام درخواست کرد که منصب خلافت را به عهده بگیرد. من به حکم عقل و ایمان خیشتن را از خلافت معزول می نمایم، ردای خلافت از تن بیرون می کنم، کلاه از سر بر می دارم و خرسندم که به عنوان نخستین مسلمان با شما بیعت کنم. اگر این امارت از آن توست و پروردگار عالم ردای خلافت را به تو ارزانی داشته، روا نیست که آن را از تن به در کنی و به دیگری بپوشانی. و اگر از آن تو نیست، چگونه سزاوار است چیزی را که در آن حقی نداری به غیر واگذار؟ امام که بر نیت او آگاه بودند با جوابی سخت و دندان شکن او را در مقابل خلایق رسوا ساختند و از پذیرش ولایت عهدی نیز با همان حدت و شدت سر باز زدند. حال که خلافت را نمیپذیرید، ناگزیر باید که ولی عهد من باشید. یا میپذیرید یا به همان راهی میروم که پدرانم رفتند، به همان راهی میروم که هارون رفت و شما را به همان سرنوشتی دوچار میسازم که پدرتان موسی بن جعفر دوچار شد. و البته من این بار در مقابل خدای خود حجتی تمام و کمال دارم و عرض میکنم بار الله، این من بودم که از طرف پسر رسول تو مورد ظلم واقع شدم و تو خود میدانی که چه کردم و در نهایت جز این هیچ چاره ای نداشتم. تا آنکه مأمون از سر استیصال به تهدید متوسل شد و قسم خورد که اگر امام ولایت عهدی را نپذیرد دست به خون ایشان میآلاید. امام با ذکر این جمله که خداوند مقرر نفرموده بنده ای جانش را بیهوده به مخاطره افکند، ولی عهدی را با اکراه تمام قبول می کنند به شرط آن که در امور مداخله ننمایند و کسی را عزل و نصب نکنند و با این عمل بی ارزشی چنین ولایت عهدی را بر همگان آشکار ساختند و محبت خود و خاندان رسول الله را بیش از پیش در دل خلایق زنده کردند. ولیعهدی که در امور مملکت دخالت ندارد
و عذر نسبی نمی کند ولی عهد نیست. میگویی باید او را در امور مداخله دهیم؟ آری، اگر نپذیرفت چه؟ وادارش کن. در عید فطر همان سال مأمون و فضل با اصرار از علی ابن موسی رضا علیه السلام درخواست کردند که در نماز عید امامت مردم را بر عهده گیرند و قصدشان از این عمل آن بود که امام را قدم به قدم به امور خلافت آلوده نمایند. لکن در روز موعود چنان جماعتی جمع شد و آنچنان ازدهامی به وجود آمد که مأمون سراسیمه خود را به امام رساند و ایشان را از نیمه راه بازگرداند. اگرچه شور و هیجان این جماعت نشان ایمان و اخلاص ایشان به شما و خاندان رسول الله است، ولی در این حال مرا سخت نگران کرده و بر جان شما بیمناک. اجازه بفرمایید این وظیفه را من رو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. نماز باران و استجابت دعای امام ضربه هولناک دیگری بود که بر توطئه‌های مأمون وارد آمد و حقانیت امام علیه السلام را نزد دوست و دشمن و حتی خود مأمون مزجر زد. آخرین تیر ترکش توطئه‌های مأمون مواجهه امام علیه السلام با علما و دانشمندان ادیان مختلف و ایجاد شرایط مباحثه با آنان بود، به این امید که شاید یکی از این علما سخنی بگوید و سؤالی را مطرح سازد که علی ابن موسی رضا علیه السلام از پاسخ باز ماند و از این راه شک و شبهی در اذهان شیعیان و دوستدارانش به وجود آید. لیکن امام به همه سؤالها پاسخ گفتند و با طرح پرسش‌هایی برخواسته از مفروضات و مسلمات دین هر یک، آنان را در تنگنای رد و قبول گرفتار ساختند و مأمون از این توطئه نیز جز شرم ساری و انفعال طرفی نبست. شهادت می‌دهم او همان گونه است که وصفش نمودید. در چنین شرایطی مأمون عزم بغداد کرد. به زودی به سرخس می رسیم. من و فاز و علی ابن موسی برای زدودن گرد راه به حمام وارد می شویم. شما کمین کنید و در یک لحظه هر دوی آنها را از پای در آورید. و چون می دانست نمی تواند همراه امام و فضل ابن سعد قدم به بغداد گذارد، تصمیم گرفت در طول سفر هر دو را از سر راه بردارد. پس پسر عموی ما کجاست؟ ایشان امروز را برای رفتن به سرخس و استهمام خوشیوم نمی بینند. نمی آید؟ در سرخس فضل ابن سعد معلم و یار دیرین خیش را به قتل رساند و با حالی آشفته و روحی پریشان عازم طوس شد. حرکت کنید، به طوس می رویم. Thank you.
اینجا چه میکنید؟ آمده بودیم تا قبر خلیفه مغفور را زیارت کنیم. بسیار خوب زیارت کردید. حال بروید و استراحت کنید. پدر، ما چه مدت در این شهر میمانیم؟ معلوم نیست. امیدوارم مدت زیادی به طول نینجامد. خلیفه بزرگ، چند روزی است قاصدی بر این درگاه مقیم شده و نامه‌ای سر به مهر دارد. میگوید حامل خبر مهمی است که شخص خلیفه باید از آن آگاه شود. حامل این نامه کجاست؟ منتظر فرمان خلیفه بزرگ است. بگو بیاید ببینم. این نوشته چیست؟ اجازه بفرمایید در خلوت عرض میکنم. در خلوت؟ خب حرف بزن. نوشته ای که قاتل واقعی فضل بن سهل را میشناسی. درست است، ولی ما قاتلین را دستگیر کردیم و به سزای اعمالشان رساندیم. خیر خلیفه بزرگ، آنها فقط مجریان بخت برگشته‌ای بودند که دستور کس دیگری را به اجرا درآوردند. دستور چه کسی را؟ دستور شما را. البته شما قصد داشتید که علی ابن موسرزا و فضل ابن سهل را یک جا به قتل برسانید، ولی علی ابن موسا از آمدن خودداری نمود و تنها فضل به امام سرخ از قدم گذاشت. این تهمت است. تو نمیترسی چون این تهمت ناروایی به من نسبت میدهی؟ تهمت نیست سرور من، حقیقت است. من آن شب شاهد بودم که شما چطور آن غلام را کشتید و فرمان قتل هر دو را به ابن ابی عمران، ابو یونس و عیسی جلودی دادید. باید دیوانه باشی که چون این مهملاتی را به هم میبافی. گمان نکنم خلیفه بزرگ. صورتت را نشان بده ببینم که هستی. نام من علی ابن عثمان است. علی ابن عثمان؟ شما باید مرا به خاطر داشته باشید. گفتند تو به هلاکت رسیده ای. اشتباه کردند، من 7 جان دارم. چه میخوایی؟ آمدم بگویم که حاضرم کار نیمه تمام شما را تمام کنم، ولی ابن موسی را به قتل برسان. ابن قحطبه
از این قاصد پذیرایی کنید تا جوابی مختصری برایش بنویسم. کسی از حضورش آگاه نشود. رجا پسر، عموی ما کجا اقامت گزیده؟ مسجد رو انتخاب کردند. مسجد؟ باز هم مسجد. او مسجد را برمی‌گزیند تا به خدای خیش نزدیک‌تر باشد و هر زمان بخواهد با او راز و نیاز کند. اینطور نیست؟ همینطور است. ما چه کنیم که نمیتوانیم چون او به خدا نزدیک شویم؟ مطمئنم که اگر شب و روز در مسجد بمانیم و دست به دعا بلند کنیم، کوچکترین توجهی به ما نخواهد داشت. دارد؟ ابن قحطبه، من همینجا اقامت میکنم، نزدیک قبر پدرم. میخواهم چند سباهی با او باشم تا شاید حداقل بتوانم از برکات وجود او برخوردار شوم. اکنون بیش از هر زمان به کمکش نیازمندم. اطاعت خلیفه بزرگ. بیا رجا، باید به دیدن پسر رسول خدا برویم. میبینی پدر چگونه سرنوشت مرا به سوی تو بازگرداند؟ اگر نگفته بودم که نمیخواهم هیچ غریبه ای را در نزدیکی ابوالحسن ببینم؟ آیا میخواهید بار دیگر ما را به سوی عزیزی بنشانید؟ همسر دوست و یار از دست رفته ما، این پسر توست رجا، اینطور نیست؟ همان که خبر پیروزی ما را بر ای سبن ماهان آورد. درست از سر برم. و من هم دختر فضل هستم. خوشحالم که هنوز خانواده فضل ابن سهل را در کنار خیش میبینم. آیا شما به پسر رسول خدا اقتدا نمی کنید؟ ما به موقع نرسیدیم. شما دو نفر را نمی شناسن. از نزدیکان من هستند. از نزدیکان تو؟ آیا شما نبودید که سر برادر مرا به حرف آوردید؟ درست است سبرم. بگذار خودشان سخن بگویند. آیا شما نبودید که برادر مرا به قبر رساندید؟ بله خلیفه بزرگ. مدت هاست که میخواهم با شما دو نفر گفتگو کنم. رجا، در فرصتی مناسب این دو نفر را به حضور ما بیاور. میخواهم بدانم چگونه برادرم به قبر رسید. تحت نظر باشند و قصر را ترک نکنند.
خوشم سرور من. من بعد هیچ غریبه ای نباید قدم به این مکان بگذارد. اگر خدای ناکرده چشم زخمی به پسر عموی ما برسد، من تو را مسئول میدانم. عفو بفرمایید سرور من، جماعت ازدحام کردن، مجبور شدم که آنان را و شما چهار نفر که خود را فدایی ابوالحسن میدانید بیرون. شما همینجا منتظر بمانید. امر صبر کن ببینم. آمدند؟ بله سرور من، میخواستم به عرض برسانم که بگو بیایند. رجا، تو همیشه از دوستان و مشاورین نزدیک فضل بودی. هر وقت به تو نظر میاندازم به یاد او میفتم و چهره فضل در نظرم مجسم میشود. دلم میخواهد که حضورت را از ما دریغ نکنی و مرهمی بر قلب زخم دیده ما باشی. خدمتگزارم خلیفه بزرگ. نمیفهمی چه میگویم؟ به تو پیشنهاد وزارت میکنم. میخواهم تو را به جای فضل بر مسند صدارت بنشانم. خلیفه بزرگ، من خسته تر از آنم که بتوانم بار چنین مسئولیت خطیری را بر دوش کشم. اجازه بفرمایید این چند سباهی را که از عمرم باقی مانده کنج عزلت گزینم و به دعاگویی مشغول باشم. در حقیقت نمیپذیری؟ نمیتوانم بپذیرم. باشد، پس برای آخرین بار به تو وظیفه ای محول میکنم. همین امروز به همراه اهل و عیال من به جانب بغداد حرکت کن. من نیز در بین راه به شما میپیوندم. اطاعت. همسر و دختر فضل نیز با آنها هم سفر شوند. اطاعت. بگو آن دو ملعون بیایند. سرور من، میخواستم شفاعتی بکنم و بگویم که این دو جوان این روزها دیدن قاتلین برادرم مرا سخت میازارد. اگر ام پسر تو نبود، به هر حال نمیخواهم او را ببینم. بهتر از همراه تو از توس خارج شود. برو. باشد. بروید. ما می ترسیم. از ما شفاعت کردید؟ به خلیفه گفتید که ما گناهی مرتکب نشده ایم؟ پدر، آنها گناهی ندارند. فراموش کرده ای؟ این دستور خلیفه بود. طاهر ابن حسین ما را مأمور ساخت. حرف نزن، برو برای سفر آماده شو. سفر؟ به کجا؟ بغداد. برو. از من کاری ساخته نیست. کدام یک از شما برادر مرا به قتل رسانده؟ من خلیفه بزرگ. و کدام یک سر او را از بدن جدا ساخته؟ من. و بعد سر او را برای من تحفه آوردید؟ وای بر شما،
فکر نکردید که روز این فتنه و آشوب فرو می نشیند و من به قصاص خون برادرم شما را به مکافات می رسانم؟ خیال می کردید که چه؟ که به من خدمت می کنید؟ آیا بریدن سر برادر من خدمت به من است؟ نه، شما قصد خدمت نداشتید. شما موجودات رسل و پلیدی هستید که در مقابل چند سکه بی مقدار دست به هر جنایتی می زنید. خلیفه بزرگ، والله که حال بگویید چه نقشه‌ای در سر دارید و قصدتان از نزدیک شدن به بیت پسر رسول خدا چیست؟ راست بگویید، چه کسی یا چه کسانی شما را مأمور کردند تا پسر رسول خدا را به قتل برسانید و ما را در سوی دیگری بنشانید؟ به خدا که هیچ کس. در مقابل چند کیسه طلا؟ هیچ، هیچ. شاید هم راست بگویید، کسی از شما چنین کاری نخواسته، البته هنوز نخواسته، ولی مطمئنم به زودی چنین ماموریتی را به عهده خواهید گرفت. ما به چنین عملی دست نخواهیم زد. مطمئن نیستم. مثلا اگر امر ابن رجا به شما چنین ماموریتی بدهد چه خواهید کرد؟ هیچ، سر بر من، ما سر باز میذاریم. اگر رجا ابن ضحاک بخواهد چطور؟ اطاعت نخواهیم کرد. حال فرض کنیم چنین خدمتی را من به شما واگذار کنم، آن وقت چه میگویید؟ خوب بیاندیشید و آنگاه جواب بدهید. ما غلام خلیفه بزرگ هستیم و جز اطاعت از دستور او هیچ نمیشناسیم. حتی اگر دستور دهم پسر رسول خدا را به قتل برسانید؟ آری. مطمئن هستید؟ آری، مطمئن هستیم. بیا بیرون. علی، علی ابن عثمان، از این لحظه به بعد شما در خدمت این مرد هستید. دستور او دستور من است. اگر میخواهید جان سالم به در ببرید از دستور من سرپیچی نکنید. به طاعت. حال بروید. از این طرف. بگیر. اگر لب از لب باز کنید جانتان را میگیرم. منتظر باشید. فکر میکنم میتوانی به کمک آنها امیدوار باشی. میتوانم. کار که تمام شد هر دو را بکش و بگریز. اگر گرفتار شوی از من کاری ساخته نیست. نگرانتون بودیم.
مأمون از شما چه میخواست؟ هیچ، کمی راجع به قتل برادرش با ما صحبت کرد. ما گفتیم ابن سهل ما رو به این مأموریت فرستاده، او هم قانع شد. همین، مطلب مهمی نبود. پس چرا همراه امر نرفتید؟ خلیفه از ما خواست که بمانیم و به شما در حفاظت از جان علی ابن موسی کمک کنیم. دروغگو. خدا لعنتش کند. من مطمئنم تمام سخنان او فریبی بیش نیست. او پیوسته در اندیشه قتل امام است، نه حفاظت از جان ایشان. فقط جرأت ندارد آشکارا اقدام کند. حتی همین سفر ناگهانی امر الرجا هم با توطئه های او بی ارتباط نیست. خب بهتر است ما برویم و با امر خداحافظی کنیم. سکه زر از کجا آوردی؟ خلیفه به ما بخشید. در قباله چه خدمتی؟ هیچ. کدام یک کیسه زر. حرف بزنید، این کدام خدمت است که از نظر مأمون مستحق چنین پاداشی است؟ هیچ، فقط از ما دلجویی کرد به خاطر کشتن برادرش. دهان باز کن. نه، به شما هشدار میدم از این لحظه به مسجد نزدیک نشوید. بروید. اشتباه کردی. اگر فرصت میدادی حقیقت را از دهانشان بیرون می آوردیم. با زور؟ آره، با زور. ما از یاران علی ابن موسی رضا هستیم، نه مأمون عباسی. من تحمل عتاب امام را ندارم. شما دارید؟ از این به بعد باید بیشتر مواظب باشیم. از این مخمصه جان سالم به در نمی بریم. از یک طرف مأمون و علی ابن عثمان، از طرف دیگر یاران علی ابن مسرزا. در تنگنای سختی گرفتار آمدیم. فقط یک راه داریم، بگریزیم. آری درست است، بگریزیم. صبر کن، اکنون ممکن نیست، باید تا سحر منتظر بمانیم. به بهانه نماز از قصر خارج می شویم و راه فرار در پیش می گیریم. هی برخیزید. چه شده؟ وقت آن رسیده که با قولتان وفا کنید. اکنون؟
آریک جون بروید به هر بهانه‌ای که می‌توانید آنها را از مسجد دور سازید. امکان ندارد. چه؟ آنها به ما مضمون شدند و تهدید کردند که به مسجد نزدیک نشوید. قصد دارید امتناع کنید؟ والله نه. پس بروید. ما اینجا چه میکنید؟ مگر نگفتید؟ سکوید، کجا بیامید؟ برگردید، برگردید. همینجا اتراق میکنیم، همینجا اتراق میکنیم. خبر است. اینجا چه میکنید؟ علی ابن عثمان. علی ابن عثمان؟ در قصد پنهان شده. اگر زنده است؟ آری زنده است. ما او را با چشم خود دیدیم. قصد دارد ابوالحسن را به قتل برساند. خلیفه او را مأمور ساخته. او را به ما نشان داد و گفت در خدمت این مرد باشید. ابن عقیل میداند؟ نه، هیچ کس خبر نداره. چرا نگفتید؟ چرا کاری نکردید؟ هم چه خبر شده؟ علی ابن عثمان زنده است و به قصر وارد شده. علی ابن عثمان؟ سلام. مأمون قصد دارد به دست او ابوالحسن را از سر راه بردارد. من باید به توس بازگردم. راه بیفتید. نه ام، ما دیگر باز نمیگردیم. بگذار تا جان خود را نباختیم بگریزیم. ما نه شیعه ابوالحسنیم نه خدمتگزار مأمون. با تو هم کاری نداریم. تصمیم گرفتیم که سر خویش گیریم و پی زندگی من برویم. این آخرین خدمت ما به تو. خدا حافظ. نگهبانان رفتن. آه!
Thank you.
عمر سلیما انكسر الكأس ولا تهتم بشکست اگر دل من به فدای چشم مستم سر خم می سلامت شکنم اگر سبویی سر خم می سلامت شکنم اگر سبویی خورشید به مرد صیاد خندید. وقتی پرنده زیرک بیان که تن به دام دهد دانه را برچید. علی ابن مسرزا آمد. السلام علیکی ابن رسول الله. سلام علیکم. خوشحالم که شما را سلامت میبینم. از سلامت ما چون این آشفته ای؟ آشفتم؟ آشفتگی من؟ هاشام، عباسلت، بیرون. بگویید هیچ کس بر خلوت ما و علی ابن موسرزا وارد نشود. بفرمایید. اگر دمی بنشینید. به قصد نشستن نیامدم. عموزاده عزیز، از من چه میخواهی پسر هارون؟ با من به عتاب سخن میگویید. تو را به نام پدرت خواندم. شنیدن نام پدر تو را میازارد؟ نه، ولی نام من عبدالله، کنیم مأمون و منصبم خلیفه مسلمین است. بر خلافتت مناز که سکه چنین خلافتی فقط بازی کودکان کوی و برزن را شایسته است. یا ابن رسول الله، امروز حالی نه چون همیشه دارید. امروز روز تقدیر من است. از چه حرف میزنید؟ از شایستگیم در پذیرش تقدیری که خداوند برایم رقم زده است و سلالم مرا به دان آگاه کردند. ای حضور بی پایان، اینک این منم، در قرب تو و قربت توس مرا دریاب. عموزاده مهربان، مهربانی من ارزانی تو. حرفت را به صراحت بگو. من رازی ندارم که از شما پنهان سازم. رازی نداری؟ یبنم رسول الله، جسارتت را در مصاف کدام شرم باخته ای که رنگ از رخسارت فرو ریخته است؟ نه، هرگز. در مغزت چه پنهان کرده ای که صورتت این چنین فریاد می کشد؟ مرا به توته نیازی نیست. هنوز خون وزیرت خشک نشده؟ که قاتلینش قصاص شدند. و
ولی دهان جلادش را از فرمان قتل رنگین می‌بینم. گویا به پایان راه رسیده ایم. پایان راه برای که؟ برای هر دو ما. اشتباه میکنی. من و تو هرگز در یک مسیر قدم بر نمی داشتیم. درست است. راه شما از همان ابتدا از ما جدا بود. در مدینه به اهل بیتتان آموختی تا در لحظه وداع گریه کنند و مویه را به اوج برسانند. آنچنان که گویی در سفر آخرتم میگریم. با این کار نارضایتی خود را از این سفر بر همگان آشکار ساختی. به مؤمنین گفتم که پیشوایشان را به تبعیدی بی برگشت میبرند و هر قطره از آن شیون را همچون تازیانه بر پیکر خلافتت نشان. در تمام طول سفر زانو به زانوی مردم نشستید و محبتتان را در دل ایشان کاشتید. گل این قوم با محبت اهل بیت رسول الله سرشته شده. من به بوی پیامبر چهره امت را جلا. در نیشابور حدیثی از پدرانتان نقل کردید و گفتید کلمتون لا اله الا الله حسنی. و من دخل حسنی امن امن عذابی. من این حدیث را شنیدم و مشکلی در ذکر آن ندیدم. چون به کمال نشنیدی. درست است. و بعد شنیدم که گفتید به شرطها و شروطها و انا من شروطها. به امتم گفتم که پسر هارون در اشتباه است. من به امامت آمدم و هیچ منصبی از طرف مأمون شایسته امامت ما نیست. ولایت عهدی را نمیپذیرفتید و بعد به شرطی قبول کردید که عزل و نسبی نکنید و در امور مداخله ننمایید. با این کار ما را به چنان مصیبتی گرفتار ساختید که خلاصی از آن ممکن نیست. فکر کردی که میتوانی پشت سبط پیامبر پنهان شوی؟ خیال کردی که می توانی با دست من لباس مشروعیت به قامت خلافت بپوشانی و با قدرت خلافت عشق امامت را در دل مردم کم رنگ کنی؟ من اشتباه کردم، اما گذشت. فصل اشتباهات مأمون عباسی دیگر به سر آمد. تو هنوز هم در اشتباهی؟ نه، دیگر نمیتوانید کشتی حجت امامتتان را بر موج اشتباهات من برانید. نه، به اختیار خود نمی نوشم. اختیاری در کار نیست. دست من در قتل پسر رسول خدا عیان باشد، ولی چاره ای ندارم اگر مجبورم کنید. پدر، شکوه لبخندت را به من ببخش. لبخندی که هنگام نوشیدن همین جرعه بر لبانت جاری بود. یبن رسول الله، بنوش، دیگر طاقت ندارم. شما از این تالار قدم بیرون نمی گذارید مگر آن که از این عصاره انار بچشید. پدر، تو با همین جام از زندان هارون برکشیدی و من از قربت قصرمم. امروز به میهمانی مولایم علی، به دیدار جدم پیامبر میآیم. دستم رو بگیر. دستم رو.
تمام شد. اکنون از آن عصاره سیاه فام روسیا قطره ای باقی نمانده، ولی دردی از تو دوا نشد. تو باز هم اشتباه کردی. من اشتباه نکردم، اشتباهی در کار نیست. امشب پسر محمد برای دفن من خواهد آمد، منتظر او باش. رسول الله، چی شده است؟ عباس‌سرد، نگذار این رهاس در پرده بماند. شیعیان بگو که دفاع اسأل الدار التي خف اهلها بالصوم والصلوات. وأين
شقت بهم غربة روى أفانين في الآفاق مفترقات قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشق فرات ابا سعد من تصمیم گرفتم که پسر عموی عزیزم را در همین مکان و کنار پدرم به خاک بسپارم. امیدوارم که روح خلیفه مغفور از برکات پیکر مطهر پسر رسول خدا برخوردار شود و آرامش یابد. امشب را تا صبح بر بالینش بیدار میمانیم و در غم از دست دادن یگانه روزگار مویه میکنیم. فردا خاک مصیبت بر سر میزنیم و تربت پاکش را میبوسیم و برای همیشه با او وداع میکنیم.
Sarah.